کمی بعد از ساعت 9 صبح در کلیسای نوتردام در شهر نیس. پلیس با ورود به کلیسا مرد مهاجم را که به چاقو مسلح بود و الله اکبر فریاد می‌زد به ضرب گلوله از پای درآورد. کمی قبل از آن این مرد در داخل کلیسا یک زن را گردن زد، دو نفر دیگر را به طرز فجیعی به قتل رساند و چند نفر دیگر را مجروح کرد. پلیس می‌گوید مرد مهاجم حتی در مواجهه با پلیس به فریادهای الله اکبر ادامه داد. این کمی بعد از ورود پلیس به کلیسا از ورودی جانبیان. شلیک دست کم 10 گلوله. و این ناقوس کلیسا کمی بعد از این حمله که مردم را از این واقعه خبردار کرد. پیشکار کلیسا یکی از قربانیان امروز. حمله وحشتناک در فرانسه که مردم هنوز از شوک حمله مشابه دو هفته پیش بیرون نیامدند. حمله‌ای که اسلام حراسی را به شدت افزایش خواهد داد. پلیس گفته است که نفر سوم که به قتل رسید بعد از آن که مجروح شد به بیرون فرار کرد و در کافه‌ای در مقابل کلیسا پناه گرفت و همانجا درگذشت. این افسر پلیس جزئیات بیشتری از این جنایت هولناک داد. او میگوید مهاجم اول گلوی اولین قربانیش را برید و با ضربات چاقو نفر دوم را به قتل رساند و هنگام خروج به یک زن حدوداً 40 ساله حمله کرد که او هم درگذشت. فرانسه حالا هشدار وضعیت امنیتی کشور را به بالاترین سطح ارتقا داده است. شهردار نیس این حمله را یک حمله تروریستی توصیف کرده است. باید بگویم که امروز نیس هزینه سنگینی پرداخت. امروز نیس قربانی فاشیسم اسلامی شد. شکی در نیت این مرد مهاجم هم نیست که دائم فریاد میزد الله اکبر، حتی وقتی او را به بیمارستان منتقل میکردند. یکی از قربانیان او هم پیشکار کلیسا بود که خود این معلوم است چه پیامی دارد. دی ویکتیم اویدامان دو لانسامبل دو سی پروش. در پارلمان فرانسه امروز یک دقیقه سکوت برای قربانیان. دو هفته پیش قتل یک معلم که در کلاس درسش کارتون‌های منتشر شده از پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود فرانسه را شوکه کرد. دفاع رئیس جمهوری از آزادی بیان اعتراض‌هایی را در کشورهای اسلامی به دنبال داشت. امروز این اعتراض‌ها به خون چند فرانسوی هم آغشته شد. کسری نجی، بی بی سی.